سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگه هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. سر چارلز اسپنسر چاپلین در 16 آوریل سال 1889 میلادی در منطقه جنوب لندن چشم به جهان گشود. زادروز او فقط 4 روز با هیتلر، دیکتاتور بزرگ که اون رو به تمسخر نیز می گرفت، فرق داشت. البته در مورد مکان دقیق تولدش، سازمان اطلاعات فرانسه، آمریکا و بریتانیا مدرک دقیقی نداشتم و سالها بعد از مرگ چارلی، خانوادش در یک صندوقچه نامه یافتند که او خودش آن را نوشته بود و محل تولدش را در کمپ کولیها در اسمسپیک در نزدیکی بیرمنگام انگلستان بوده. البته مدرک دیگری هم وجود داشت، باب اینکه اف بی آی آمریکا معتقد بود چارلی چاپلین یک یهودی روس با نام اصلی اسرائیل تورنشتین بوده. اما هیچ یک از این ادعاها مدرک دقیقی نبود. در نهایت قدیمی ترین مدرکی که از وی پیدا شد گذرنامه ای بود که در سال 1920 صادر شده بود. نام چاپلین برگرفته بود از نام پدرش که او یک مجری موسیقی بریتانیایی بود و مادرش خواننده هانا هال بود. پدر و مادر او هر دو هنرمندانی بودند که در سالن بزرگ لندن مشغول به کار بودند. اونها بازیگری و خوانندگی می‌کردند. اما وقتی چارلی چاپلین 3 ساله شد، آنها از هم جدا شده و چارلی با مادرش زندگی کرد. او کودکی سختی داشت. پدرش الکلی شد و مادرش در نهایت به یک روانی تبدیل شد که اون رو به یک آسایشگاه فرستادن. حتی چارلی ادعا میکنه که مادرش مدت زمان کوتاهی رابطه ای با مرد دیگه ای داشته و چارلز چاپلین پدر واقعیش نبود. چارلی چاپلین که به عنوان مشهورترین ستاره های روزهای اولیه هالیوود نیز شناخته میشد، زندگی نامه دوران کودکی دردناکی رو پشت سر میذاشت. مادر چاپلین از همان دوران نخستین کودکی آوازخوانی را به یاد او داد. یک روز که مادر بر روی صحنه در حال آواز خواندن برای سربازان بود، یک سرباز مست بطری را به سمت او پرتاب کرد و شی بر سر زن بیچاره خورد و او خون‌آلود و رنجور به پشت صحنه رفت. سربازان عصبانی شده و داد و فریاد می‌کردند و چارلی چاپلین 5 ساله وارد صحنه شد و شروع به خواندن و اجرا کرد تا مردم را آرام و سرگرم کند. مادرش را بستری کردند. چارلی به همراه برادرش در همان سالن تئاتر بزرگ لندن برای گذران زندگی کار کردند. در سال 1928 مادرش فوت کرد و این درماندگی و حالت فقر چارلی و برادرش در نقشای او تا آخر عمرش دیده شد. چارلی چاپلین مادرش را یک هنرمند واقعی می دونست و می گفت پانتومیم را از او یاد گرفته، به طوری که چارلی با ارتباطاتی که مادرش داشت وارد گروه نمایشی شد و تبدیل به یک سرگرم کننده حرفه‌ای شد. چارلی در سالهای 1910 تا 1912 با فرد کارنو در سراسر آمریکا نمایش تئاتر اجرا می‌کرد. زمانی که با شرکت کارنو در آمریکا همکاری می‌کرد نیز استن لورل هم اتاقیش بود و زمانی که به انگلیس برگشت، چارلی همونجا در آمریکا موند. بازی چاپلین در سال 1913 مورد توجه یکی از فیلمسازان شرکت کیستون قرار گرفت و او شروع به همکاری با این شرکت کرد. او نخستین فیلم خودش رو در سال 1914 بازی کرد که نام فیلم ساختن یک زندگی و فیلمی کمدی بود. بعد از بازی در این فیلم به سرعت محبوب و مشهور شد. حتی در همین سال با شرکت کیستون 3 فیلم دیگه بازی کرد و به موفقیت‌های بسیار زیادی رسید. چارلی چاپلین در فیلم‌هایی که ابتدا بازی می‌کرد به سبک مکسنت کارگردان از حالت‌های کمدی جسمی و ژست‌های خاص و اغراق‌آمیز استفاده می‌کرد و در نهایت وقتی او به روی صحنه می‌رفت به گونه‌ای رفتار می‌کرد که گویی تازه متولد شده و با نقش خودش ارتباط برقرار می‌کرد. به دستور کارگردان او لباسی را بداهه ساخت که شامل یک کت خیلی کوچک، شلوار خیلی بزرگ، کفشای فلاپی بود. به عنوان آخرین کار او یک سبیل کوچک نصف چسباند و یک عصا را به عنوان وسیله همه منظوره انتخاب کرد. بعد از مدتی چارلی برای شرکت کیستون شروع به فیلم سازی کرد و به عنوان کارگردان 34 فیلم کوتاه ساخت و مورد توجه نویسندگان و فیلمسازان بسیاری قرار گرفت.
تمامی این فیلم ها ویژگی های ممتازی رو در تاریخ سینما به خود اختصاص دادن و تبدیل به فیلم های کلاسیک سینمای کمدی شدن. کم کم در اون زمان ها آمریکا وارد جنگ جهانی شد و دوره جدیدی در سینما برای چارلی چاپلین نیز آغاز شد. در سال 1918 چارلی در استودیوی خودش مشغول به کار شد و تمامی فیلم‌های قبلی را دوباره ویرایش کرد و موسیقی و تدوین جدید انجام داد و کارهایش را به روز رسانی کرد. در طی این سالها به غیر محبوبیتش خیلی ها هم او را مورد انتقاد قرار می دادن. مثل روزنامه ها و گروهی که معتقد بودند چرا او به جنگ ملحق نمی شود. مسئله وفاداری او به کشورش انگلستان بود. ولی چارلی از طریق اوراق قرضه برای سربازان سرمایه و کمک جمع‌آوری می‌کرد. فیلم‌های زیادی ساخته شد، اما در سال 1940 چارلی چاپلین فیلمی به نام دیکتاتور بزرگ را ساخت و در این فیلم خودش نقش هیتلر را بازی کرد که این فیلم سر و صدای زیادی به پا کرد. برخی از منتقدین معتقد بودند که این فیلم بدسلیقه و ضعیف بوده، اما فیلم بیش از 5 میلیون دلار فروخت و 5 نامزدی جایزه اسکار رو به دست آورد. چارلی زندگی خصوصی پیچیده‌ای داشت. او چندین بار ازدواج کرد. اولین ازدواج چارلی در اکتبر سال 1918 با میلدرد هریس بود. دختر بانمکی که چارلی رو یاد عشق نافرجامش در گذشته میانداخت. در سال 1924 با یک هنرپیشه نقش اول به نام لیتا گری ازدواج کرد و دو فرزند به نامهای سیدنی و چارلز نیز به دنیا آمد. ولی بعد از 2 سال از او هم جدا شد. در سال 1942 با شخصی به نام جوان بری مدت کوتاهی رابطه داشت و این زن 22 ساله بعد از مدتی معتقد بود که فرزندی از چارلی در شکم داره و بعد از گرفتن آزمایش و دیگر تست ها متوجه شدند که این بچه یه چارلی نیست. اما قانون قبول نکرد و قرار شد که تا سن 21 سالگی چارلی باید مخارج فرزند را بپردازه. بالاخره پردوامترین ازدواجش در سال 1943 آغاز شد. او با اونا اونیل ازدواج کرد. پدر دختر یوجین اونیل یک نمایشنامه نویس معروف بود و مخالف این ازدواج بود. تفاوت سنی اونها با هم 36 سال بود، اما آنها ازدواج کردند و حاصل این ازدواج جرالدین و 7 بچه دیگر بود. چارلی هیچگاه داستان فیلم ها رو کاملا توضیح نمی داد و موضوع رو افشا نمی کرد. روش او به این شکل بود که یک طرح از موضوع رو در ذهنش تجسم می کرد و بر اساس اونچه که خودش می گفت با او قرارداد می بستن و سپس او گروهش رو انتخاب می کرد و شخصیت ها رو می ساخت و در طول مدتی که فیلم ساخته می شد ابتکارها و خلاقیت‌هایی نیز به کار می‌برد. گاهی حتی با قسمت‌های قبل مخالفت می‌کرد و فیلم باید دوباره تکرار می‌شد. حتی روش فیلمسازی چارلی چاپلین بعد از مرگش شناخته شد. وقتی که صحنه‌های بریده شده فیلم‌ها و خروجی‌های نهایی اونها به وسیله گروه بریتانیایی مستند چاپلین ناشناخته در سال 1983 اونها رو بررسی کردند. چارلی چاپلین رو یکی از قربانیان مک‌کارتیسم می‌دونستند. داستان از این قرار بود که در سال 1950 که جنگ سرد به نقطه اوج خودش رسیده بود، در کشور آمریکا ترس عجیبی از کمونیست‌ها به وجود اومد و سناتور جوزف مک‌کارتی بیان کرد که لیستی از چند کمونیست داره که نام چارلی چاپلین نیز در آن لیست بود. چارلی برای اولین نمایش فیلم روشنی‌های صحنه به لندن سفر کرد و در همین سفر از اخراجش از آمریکا با خبر شد و او همراه با خانوادش در سال 1953 در خانه بسیار زیبایی در کرسیر سوروه در سوئیس زندگی میکرد. او اتهامها رو رد میکرد و میگفت فقط یک هنرپیشه است و ربطی به سیاست نداره. به هر حال در نهایت جوزف مک‌کارتی و همکارانش رسوا شدند و معلوم شد که مدارک جعلی بوده. بنابراین چارلی در سال 1972 بازگشت شکوهمندانه‌ای به آمریکا داشت. در نیویورک به او هدیه ارزشمندی دادند و مدال هندل به او داده شد. در سال 1975 چارلی چاپلین توسط ملکه الیزابت دوم لقب شوالیه را دریافت کرد. چارلی در 25 دسامبر 1977 در سن 88 سالگی بعد از گذشت چند سال بیماری درگذشت و در روستایی در سوئیس نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. جسد چارلی در سال 1978
دو مهاجر از بلغارستان و لهستان از خاک خارج و رو بودن و اونها در ازای بازگرداندن جسد از وکیل چاپلین تقاضای دریافت پول کردند و بالاخره بعد از 3 ماه دستگیر شدند و جسد بیجان چارلی به همان گورستان بازگردانده شد و این بار تابوت او را از بتون مسلح ساختند. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.